وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. هر کدام از ما در حضور خداوند با اعتمادی که به او داریم، بهر آرامش و یا بهر نیاز روحانی و یا بهر نیاز زندگانی و چه بسا بهر رفع مشکلی با خدا سخن میگوییم. و چون این ایمان رو داریم که خدا دعای ما را میشنود و ما را بی پاسخ نمیگذارد و حتی بهتر از آن که آرزو داریم برای ما فراهم خواهد کرد، با شکرگزاری در ابتدا سخن خیش را با او آغاز میکنیم و مسلماً خدا چنین انتظاری را از فرزندان خود دارد. از این رو پند خداوند ما عیسی مسیح برای شروع دعاهایمان در انجیل متی 6:9-10 این هست که ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. و چقدر امروز ایمانداران عزیز به مسیح که ما آنچه را که در قلبمون نیز شاهد بر اون بودیم و در افکار بعد به تجربه محبت خدا را دیدیم، میتونیم به خدا اعتماد کنیم و در صبر او بمانیم و آنچه را که از خدا میخواهیم با ایمان بپذیریم که خدا بهترین رو برای ما مهیا خواهد کرد، حتی اگر آرزوهای دل ما اون گونه که ما در نظر داشتیم اجابت نشه، اما خدا اندیشه بهتری نسبت به نیاز و آرزوهای ما خواهد داشت. همون گونه که میدونیم حبقوق نبی در کتاب خودش این گونه اعلام میکنه، با تجربه که پشت سر میگذاره و محبت خدا رو نیز میچشه. در کتاب حبقوق باب 3:17 اعلام میکنه: اگرچه انجیر شکوفه نیاورد، اگرچه آرزوهای دل من آن گونه که من در نظر داشتم اجابت نشود و میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد، حتی آنچه که من تصور میکردم امروز اگر برای من بود زندگی من حتما بهتر از این شرایط بود، نشه و مزرعه ها آذوقه ندهد و گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد. لیکن همچون پولس رسول که در زندان روم اعلام میکنه شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید به امید حقیقی که خدا در قلب ما نهاده، به توسط روح القدس این شادی رو داشته باشیم، چرا که تمام آرزوهای دل ما بر روی زمین اگر هم اجابت بشه شادیش تاریخ انقضا داره، اما شادی که خداوند به ما میده حقیقتا جاودانه هست به توسط روح القدس. و اعلام میکنه: لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خدای نجات خیش وجد خواهم نمود، و یهوه خداوند قوت من است و پاهایم را مثل پاهای آهو میگرداند و مرا در مکانهای بلند خرامان خواهد ساخت. ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش بهترین ها را به فرزندان خود خواهد داد. پس هرگز اجازه نده ناامیدی و نیز پریشانی وجود تو را بگیره. اگه هنوز دعاهات اجابت نشده، مطمئن باش خداوند به وقتش دعای تو فرزند خدا را اجابت خواهد کرد.